مکاشفه فصل چهارم. پس از آن نگاه کردم و در آسمان در باز دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپور به من می گفت: بالا بیا، من آنچی را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تخت سلطنتی قرار داشت و بروی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یشم و عقیق می درخشید و در گرداگرد ترخ رنگین کمان بود با درخشندگی زمرد. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید بتن و تاج زرین بر سر داشتند. از آن تخت برق می درخشید و غرش و رعد شنیده می شد. در پیش تخت 7 مشعل سوزان می سوخت. اینها 7 روح خدا هستند و همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای شیشه یا بلور بود دیده می شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورت مانند صورت انسان داشت و چهارمی مانند عقاب پرباز شده بود. هر یک از این 4 حیوان 6 بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائما می گفتند: قدوس، 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 خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و آمدنی است. هر وقت این حیوانات آن تخت‌نشین را که تا ابد زنده هست تجلیل و تکریم و تمجید می کنند، آن 24 پیر در برابر تخت‌نشین که تا ابد زنده است سجده می کنند و او را می پرستند و تاجهای خود را در پیش تخت او می اندازند و فریاد می زنند: ای خداوند خدای ما، تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به اراده تو آنها هستی و زندگی یافتند.